به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام دانش آموزان گرامی، برادران و خواهران ارجمند، همدیاران عزیز. درس سیوم است از سلسله درس های عربی برای نو آموزان. ما شما رسیدیم به قسمتی که در این قسمت شکل های حرف ها در کلمه ها چگونه نوشته می شوند پیشکش شما می نماییم. چگونه که در درس های گذشته وعده کرده بودیم، حرف ها در کلمه ها چگونه نوشته می شوند برای شما خواهیم گفت و اینک زمانش رسید الفبای زبان عربی الحروف الابجدیت العربیت، شکل های نوشت حرف ها در کلمه ها، یعنی منظور شکل حرف در کلمه، یعنی در اول چگونه نوشته می شود، در بین چگونه نوشته می شود، در اخیر چگونه نوشته می شود. خب در اینجا با حرف های تاجیکی بیان شده است که یعنی در علاقیدگی منظور در الفبای زبان عربی حرف چگونه ای که هست همون خیر در اینجا ما آوردیم. در اول یعنی در اولی کلمه، در مابین یعنی در مابین کلمه و در آخر. در بعضی حالات بین و آخر فرق نمیکنه. به کدام خاطر؟ به خاطر که بعضی کلمه ها همزه، مثلا الف یا همزه در آخر انایخیل نمیشته میشه و بعضیش انایخیل نمیشته میشه. خب با تفصیل میگیریم. الیف در علاقیدگی سطر یکم میریم، یعنی این خیل میریم الیف با تا سا جیم حا خا دال زال را زای سین شین صاد باد تا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها یا. در زبان عربی حرف های الف های زبان عربی همه اشان پیش از خودشان میچسبند. خیر، مثلا الیف در علاقیدگی این خیلی نوشته میشه، اما پیش از الیف یکون حرف آید، یکون حرف آید که قابل چسبایش باشد، پس ان خیلی نوشته میشه. یعنی الیف با پیش از خود چسبید، ب با پیش از خود میچسبد، ت با پیش از خود میچسبد. یعنی کدام حرف را نگیریم، مثلا غین پیش از خود میچسبد، میم پیش از خود میچسبد، هی پیش از خود میچسبد، یعنی همه حرف های الف با زبان عربی پیش از خود میچسبند. یعنی پیش از خود چی حرفی که آید میچسبند، اما بعد خود بعضی حرف ها نمیچسبند. مثل چی؟ مثل الف. الف بعد خودش با یکان حرف نمیچسبند. خب یکم حرفی که نمیچسبد بعد خودش الیف است. دویم دال، دال بعد خودش نمیچسبد. بعد دال هر حرفی که آید از همین 28 حرف 27 حرفی آید دیگرش که آید نمیچسبد، حتی با خودش هم نمیچسبد. خب دو تا شد. زال، زال هم نمیچسبد بعد خودش. را نیز نمیچسبد. زوی نیز نمیچسبد. خب واو نیز نمیچسبد، یعنی وا
واو نیست بعد از خودش کدام حرفی که آید نمیچسبه. خب الیف در الوهیدگی این خیل نمیشته میشود. الیف در اولی کلمه این خیل نمیشته میشود. الیف در موبین کلمه این خیل نمیشته میشود. الیف در آخری کلمه این خیل نمیشته میشود. یعنی حمزه خالی گوه این خیل نمیشته میشود، گوه این خیل نمیشته میشود. وابسته با کلمه است. ب در الوهیدگی، ب در اولی کلمه، ب در مابین کلمه، ب در آخری کلمه. البته یک چیز دیگر فراموش نکنیم که در آخر میگویم که ب ان این خیل نمیشته میشود، اما بعضی حرفهای هستند که گفتیم که بعدی خودشان نمیچسبند. مثال گپ اگر بعد از کلمه بعد از حرف د ب آید، پس این خیل نمیشته نمیشود. یعنی د بعدی خودش نمیچسبد که بنابراین چه خیل نمیشته میشود؟ چی گونه یکی در الوهیدگی است؟ الوهیدگی این خیل ت در الوهیدگی، ت در اولی کلمه، ت در بین کلمه و ت در آخر کلمه. س در الوهیدگی، س در اولی کلمه، س در مابین کلمه، س در آخر کلمه. جیم در الوهیدگی، جیم در اولی کلمه، جیم در مابین کلمه، جیم در آخری کلمه. ح در اولی کلمه، ح در الوهیدگی، ح در اولی کلمه، ح در مابین کلمه و ح در آخری کلمه. خ در اولی کلمه. خب در زبان عربی دو حرفی ح است، یکی را حای حلقی می نمان و یکی را یا دورمون تاجیکون یعنی هی حواس میکنیم، هی حواس. اما اینش هی حلقی است در زبان عربی، هی حلقی، و اینش هی عادی. خب در اینجا یک چیز را فراموش کردیم، بعضی کلمه ها تی آخرش این خیل نمیشته میشود و باز بعضی حالات ت در آخر کلمه انا این خیل نمیشته میشود. یعنی شاید که از نفر شما سوال کنند که یکون مثال بیار، ما در این درس کوشش میکنیم این حرف را برای شما شناس نمویم، از درس آینده با هر یک کلمه برای شما یک مثالی میاریم، با هر یک معذرت، با هر یک حرف یک مثالی میاریم. مثلا ت در اول کلمه چگونه نمیشته میشود یک کلمه میاریم، ت در موبایل چگونه نمیشه باشه یک کلمه میاریم، چ در ت در آخر چگونه نوشته میشود یک کلمه میاریم. بنابراین گوه ت در آخر کلمه این طور هم نوشته میشود. کجا در از دادیم؟ خ در الوهیدگی، خ در اولی کلمه، خ در موبایل کلمه، خ در آخر کلمه. و دل در اول و در الوهیدگی یک است. برایش یک است به خاطر که نمیچسبد بعدی خودش. و دو در آخری کلمه و در بین کلمه یک خیل نمیشته میشود. برای چی؟ به خاطر که باز همون گفت پیشینه، به خاطر که بعدی خودش نمیچسبد. یعنی اگر میچسبید بعدی خودش انا این خیل نمیشته میشود. یعنی یک خط دیگه بعد از دل باز میامد. و حرفی دل، روی، زوی همچنین در الوهیدگی و در اول کلمه یک خیل نمیشته میشوند و در مابین کلمه و در آخری کلمه یک خیل نمیشته میشوند. چگونه یکی میبینید؟ خب
سین در علاقیدگی، سین در اول، سین در مبین، سین در آخر. خب تو اینجا همه حرف ها یک خل هست، یعنی شین، صاد، داد. خب داد در زبان عربی چگونه که ما ازغه میگویم تاجیکان، ازغه نیو داد است. داد زبان رو یک طرفی دهان میبریم و در طرفی خود چپ باشد خود راست با دندان های طرفی مثلا چپ اون رو تلفظ میکنیم. داد 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 آخرش د هست. داد داد والا دالین. اگر از آیاتی قرآنی یعنی سوره فاتحه رو مثال بیاریم، در اونجا والا دالین اومده است. خب تا و عین غین فا قاف کاف لام میم نو تا اینجا همه یک خیل، چونه که در بالا ذکر کردیم حرفی با تا تا جیم ها خا تا حرف نون یک خیل نوشته می شود. یعنی چگونه که در اول، در علاقیدگی، در مثلا موبایل، در آخر همه یک خیل نوشته می شود. خب در اینجا حرف و در اول و در علاقیدگی یک خیل نوشته می شود. برای چی؟ به خاطر که بعدی خودش نمی چسبد و در بین نیز همچنین در بین و در آخر یک خیل نوشته می شود. برای چی؟ برای که در بین هم بعدی خودش نمی چسبد. وقتی که نمی چسبد پس مانند به شکل آخر کلمه می آید، یعنی به شکلی که در آخر کلمه نوشته می شود به اون شکل می آید. و حرف ها، ها نیز در اول و در علاقیدگی یک خیل نوشته می شود، اما در موبین و در آخر کمی فرق دارن. در موبین این خیل نوشته می شود و در آخر این خیل نوشته می شود. و یا نیز مثل باقی مونده حرف ها، یا در اول یا در علاقیدگی و یا در اولی کلمه یا در آخری، در موبین کلمه و یا در آخری کلمه. خب اینها رو شما در دفترتون همین خیل جدول سازید و نویسید که در اولی کلمه چیگونه میاد، در موبین کلمه چیگونه میاد، در آخری کلمه چیگونه میاد. در درس آینده ما به شما از هر یک حرف سه کلمه ای میاریم که مثلا جیم در اولی کلمه چیگونه نوشته می شود و یک کلمه میاریم، جیم در در موبین کلمه چیگونه نوشته می شود یک کلمه میاریم، جیم در آخر کلمه چگونه نوشته می شود یک کلمه دیگر میاریم. یعنی از هر یک سه، از هر یک حرف سه مثالی میاریم. خب در این درس به این قدر اکتفا میکنیم که ویدیوی ما از 15 دقیقه زیاد نشود. تا درس آینده خداحافظ.